مذاکرات پر فراز و نشیب بین ایران و قدرت های غربی بر سر برنامه هسته تهران به دلیل نرسیدن دو طرف به توافق و شرایط داخلی ایران و منطقه متوقف شده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ایران رو مقصر فرصت سوزی برای بازگشت بر سر میز مذاکره میدونه و میگه انجام این مذاکرات دیگه در اولویت دولت بایدن قرار نداره. همزمان به نظر میرسه ایران با ساختن سلاح هسته‌ای فاصله چندانی نداره. بازرسان سازمان بینون مللی انرژی ای گفتن ایران اورانیوم رو تا 84 درصد غنیسازی کرده و دیگه تا 90 درصد غنیسازی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای فاصله ای باقی نمونده. ارتش بود مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده اواخر ماه مارس خطاب به کنگره گفت ایران میتونه در کمتر از دو هفته مقدار کافی مواد اولیه شکافت پذیر برای ساخت بمب داشته باشه و تا چند ماه دیگه نیز به سلاح هسته ای دست خواهد یافت. با توجه به این پیشروی ها آیا جایی برای رسیدن به توافق باقی میمونه؟ در دو سال گذشته هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا عزمشون رو برای احیای توافق هسته ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2018 اون رو فسخ کرده بود، جذب کردند. توافقی که از اون با عنوان برنامه جامعه اقدام مشترک یاد میشه. اما تلاش های غرب تا کنون نتیجه بخش نبوده و طبق گزارش ها عامل اون تقاضاهای های حداکثری ایرانی ها از جمله حذف نام سپاه از فهرست نهادهای تروریستی خارجه ایالات متحده بوده. به رغم این موضوع اتحادیه اروپا معتقد برجام همچنان تنها راه پرداختن به برنامه هسته‌ای ایرانه. ایالات متحده نیز به رغم خارج کردن این مذاکرات از اولویت خود تمایلی نداره رسم مرگ این توافق رو اعلام کنه اما به نظر میرسه در این چشمانداز تغییراتی که از سال 2015 تا کنون صورت گرفته و نیز الگوی کلیتر تصمیم گیری در ایران در نظر گرفته نمیشه به گزارش کانورسیشن استدلال مدافعان این توافق اغلب اینه که ظرفیت های هسته ایران رو به شدت مهار کرده اما در واقع برنامه هسته تهران ظرف مدت دو سال توسعه یافته اخیرا نیز یکی از خبرگزاری های مرتبط با سپاه پاسداران آشکارا اعلام کرد ایران به دلیل منطقی نمیتونه درهای خودش رو به روی روش های علمی ساختن بمب ببنده حالا سوال بزرگ اینه که حرکت بعدی رهبران ایران چه خواهد بود؟ ویلیام بونز مدیر CIA در ماه فوریه گفت به اعتقاد او رهبر ایران هنوز در مورد ساختن سلاح هسته‌ای تصمیم نگرفته حال باید رهبران ایران به چه میاندیشند برای پاسخ به چنین سوالی یکی از ملاک مهمی که عمدتا نادیده گرفته شده الگوی تصمیم گیری در تاریخ ایرانه پس از انقلاب سال 57 رهبر مفعول جمهوری اسلامی روی کردی محتاطانه و محافظه‌کارانه برای گرفتن تصمیمات بزرگ اتخاذ کرده این روند طولانی تصمیم گیری در ایران در نگرانی از بقای دراز مدت حکومت ریشه داره که در چهار گذشته با تهدیدهای داخلی و خارجی روبرو بوده مثلا در جریان جنگ دهه 60 8 سال طول کشید تا جمهوری اسلامی آتشپز و مذاکرات صلح با عراق رو بپذیره به علاوه در پی افشای برنامه هسته‌ای این کشور در سال 2003 یک دهه طول کشید تا مقام های ایران برای مذاکرات جدی بر سر توافق هسته‌ای با آمریکا و سایر قدرت های جهان آماده بشن. همچنین در حالی که ایران اولین بار در اواسط دهه 80 در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سیاست نگاه به شرق را مطرح کرد، این کشور تا پیش از سال 94 توسعه سیاست های عمده در این باره رو شروع نکرد این اقدام ها شامل همکاری های نظامی با روسیه در سوریه و حالا در اوکراین هم توافق بلند مدت اقتصادی نظامی و امنیتی با چین میشه اما ساختن سلاح هسته‌ای قطعا پرپیامدترین تصمیم راهبردی رهبران جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 خواهد بود تا کنون کندی روند تصمیم گیری رهبری ایران در جلوگیری از جنگ افزاری شدن برنامه هسته ای نقش چشمگیری داشته با توجه به تداوم اعتراضاتی که در حال حاضر ایران رو دستخوش آشوب کرده این تعینای ایجاد شده برای رهبری این کشور میتونه فرصتی برای قدرت های غربی فراهم کنه ماهای اعتراض که در پی مرگ محسا در بازداشت گشت ارشاد شعله شد به افول مشروعیت حکومت در داخل کشور سرعت بخشید و دور جدیدی از تحریم های جامعه بینون را به همراه آورد. به گزارش کانورسیشن اگر کشورهای غربی از وسواسشون برای احیای برجام دست بردارن و از طریق فشار دیپلماتیک و اقتصادی به حمایت از اعتراضات مردم ایران ادامه بدن این پیام به رهبران جمهوری اسلامی ارسال میشه که تهدید موجودیت حکومت به عوامل نظامی محدود نمیشه و به طور فزاینده‌ای از داخل کشور هم سرچشمه خواهد گرفت توجه به این نکته مهمه که مقام ها و رسانه های تون روی ایران در میانه اعتراضات نیز بارها تاکید کردن توافق هسته این نمرده و مذاکرات ادامه داره در حالی که اکثرشون قبلا با هر گونه با غرب مخالفت کرده بودند. این نشون میده که جمهوری اسلامی برای خطراتی که شکست مذاکرات هسته‌ای میتونه به بار بیاره مثل تشدید اعتراضات در صورت ایجاد شوک اقتصادی دیگه آمادگی نداره. به گزارش کانورسیشن بنابراین هرچه مدت بیشتر طول بکشه تا توازن قدرت بین مردم و دولت ایران پدید بیاد احتمالی که حکومت در آینده نزدیک درباره تسلیحات هستی تصمیم قاطعانه بگیره کمتر میشه در نتیجه اهرام نیرومندی برای غرب فراهم میشه تا در دراز مدت توافق موثرتر و قویتر رو تضمین کنه به گزارش شوراهای سنفی دانشان کشور بهار دوانی مبینا یعقوبزاده محسا سلطانی و پریزاد اسماعیلی چهار دانشجوی رشته سینمای دانشکده هنر دانشگاه دامغان هر کدوم به یک و نیم سال منع موقت از تحصیل محکوم شدند این حکم ها در شورای تجدید نظر انضباطی عینا تایید شده احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته کسایی که وارد اعتراضات سراسری ماهای گذشته علیه جمهوری اسلامی شدن از بالاترین جنایتکارها بودند. متلک جانانه احمد خاتمی اما تیر خلاص رو به پیکر خامنه ای زد. هرچی خامنه ای میخواست اوزار رو درست کنه اما خاتمی فاتحه نظام رو خوند. پناه بردن خامنه ای به خرچنگ نظام باعث شد بازی آخر قمارباز با برگ سوخته پایان بپذیره. احمد خاتمی خودش که از مسببین و جنایتکاران این رژیمه رژیم رو به سرنگونی نزدیک میکنه. شناسایی افراد بدون هجاب اجباری با دوربین های شهری امکان پذیره؟ ادعای حکومت برای شناسایی و جریمه افرادی که به حجاب اجباری تن نمیدن بیش از اون که ادعای مبتنی بر واقعیت باشه گذافگویی برای حراسفگنیه. شناسایی افراد بدون هجاب اجباری از طریق دوربین های نظارتی موضوعی که این روزها زیاد درباره اون صحبت میشه. اگرچه چندین شرکت داخلی و خارجی در این زمینه با حکومت ایران همکاری میکنن و دستگاه های امنیتی هم برای تحقق این موضوع در تلاشن در خصوص میزان کارایی و دستربی جمهوری کسیف اسلامی به این فناوری شواهد کافی موجود نیست اما سازوکار فناوری تشخیص چهره و شواهدی که نشون میده این ادعای حکومت ایران واقعی نیست چیه تو شهریور 1401 تنها چند هفته قبل از مرگ محسا امینی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از تصویب طرحی با عنوان افاف و هجاب خبر داد که طبق اون افرادی بی مختلف به شمار می اومدن. هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف در این باره اعلام کرد که افراد بی با کمک فناوری تشخیص چهره و از طریق دوربین های عمومی شناسایی میشن.